شاخص کیفیت آلودگی هوا با اندازه‌گیری های دقیقی که توسط ابزار دقیق ایستگاه‌های ثابت سنجش آلودگی هوا سنجیده میشن و این دستگاه ها هوا رو مکش میکنن، میزان ذرات و میزان گازهای موجود در هوا رو اندازه‌گیری میکنن و اندازه اینها رو بر اساس یک فرمولی با هم تلفیق میکنن به یک عدد شاخص که قابل مقایسه هست دست پیدا میکنن که اون عدد نشان دهنده میزان آلودگی هواست. شاخص کیفیت آلودگی هوا بر اساس دید افقی تعیین نمیشه. خب حالا بخوایم آگاه بشیم اینکه شاخص در شهر ما چه عددی رو نشون میده. میان شهرستان گرمسار، دو شهرستان گرمسار رو کلیک بکنیم، شاخص 76 هست، رنگ در واقع ایستگاه هم زرد هست، یعنی نشون میده که شرایط کیفیت هوا در گرمسار قابل قبول یا سالم هست. آلاینده مقصر هم PM10 یعنی ذرات کمتر از 10 میکرون. میایم شهرستان سمنان، روی سمنان کلیک بکنیم، شاخص 62 هست، آلاینده اصلی که مقصر آلودگی هست NO2 یا دیوکسید نیتروژن هست و شرایط سالم یا قابل قبول است. اما این سوال ممکنه پیش بیاد که پس چرا دید افقی در شهر سمنان یا بعضی از شهرهای استان در بعضی از روزهای زمستان کاهش پیدا میکنه؟ دلیل این هست الان در فصل زمستان هر کدوم از ما در داخل منازلمون حداقل 1-2-3 تا بخاری گازی روشن هست، تمام ادارجات دارن گاز خانگی مصرف میکنن، کارخانجات، به هر حال همه این گازهای طبیعی که در منازل و کارخانجات و ادارات داره سوزونده میشه حاصل احتراقشون دو تا گاز اصلی هست، CO2 دیوکسید کربن و H2O بخار آب. بخار آب در سامانه های پایش کیفیت هوا محاسبه نمیشه، یعنی ذرات بخار آب از حجم هوا حذف میشن، ذرات باقی مانده به عنوان ذرات کمتر از 2.5 میکرون و ذرات کمتر از 10 میکرون محاسبه میشن. از اونجا که بخار آب حذف میشه، بنابراین اگر بخار آبی در هوا وجود داشته باشه که ناشی از احتراق گاز طبیعی در منازل و ادارات و کارخانجات هست، اما در میزان کیفیت هوا کاهشی رو ایجاد نمی‌کنه و در محاسبه شاخص کیفیت هوا نقش ایفا نمی‌کنه. تعداد روزهایی که در استان، در شهرهای مختلف استان شاخص کیفیت هوا از عدد 100 عبور کرده کمتر از انگشتان دست هست. معمولا در بعضی از روزها شاخص به دلایل مختلفی از جمله انتقال توده هوای آلوده به همراه باد از استان تهران به استان سمنان یا هجوم ذرات گرد و غبار به سطح شهرهای ما و تجمیع این ذرات با میزان آلودگی که در فصل زمستان در هوا وجود داره در شرایط وارونگی هوا و یا به هر حال سوخت کارخانجاتی که اینها فعالیت شیمیایی دارن، کوره های غیر گاز سوز دارن یا فعالیت های پالایشگاهی دارن و همچنین خودروها، ممکنه که شرایط رو، شاخص کیفیت هوا رو از عدد 100 عبور بده که به محض عبور شاخص از عدد 100 بلافاصله کارگروه اضطرار مواقع آلودگی هوا تشکیل میشه و دستور به تعطیلی بعضی از واحدهای صنعتی تا پایان وارونگی هوا داده میشه که امسال هم این اتفاق افتاد به محض اینکه شرایط کیفیت هوا در غرب استان کاهش پیدا کرد. واحدهای تصفیه دوم روغن ازشون خواسته شد که به فعالیت خودشون در واقع توقف بدن، این کار انجام شد و خوشبختانه ما شاهده این بودیم که شاخص کیفیت هوا در شهر گرمسار به شرایط سالم بازگشت.